من تلفن زدم. معمول جواب میگم. و ممنون شما هم هستم. که بودن منظورشون امی بود که چرا یعنی سنگسار میشه. بله. بله ممنون. من خدمتشون عرض میکنم. بله بسیار تشکر فارغ. تشکر از شما. خواهش میکنم قربان. خواهش میکنم. با امان خدا. ببینین من تشکر میکنم از خواهر ما که یادآوری کردن آواز ما درست گرفتن نتونستم. امی که مسئله سنگسار چرا مسلمان ها سنگسار میکنن، اصلا هیچ جای از این قرآن عظیم الشان کلمه سنگسار نامده برای در مورد زن و مرد اینا، هیچ جای یا حد زنا بگویم هیچ جای نامده. و ما این کتاب است که خداوند میفرمایه که نمی کتابتان است، امی اصولتان است، مطابق از این کتاب باید حرکت بکنین و هیچ جای نامده. البته کلمه سنگسار اینا در مورد پیامبر آمده که پیروایش میگفتن در حضرت ابراهیم که ما پیروایش نیم منظورم است، کفار مشرکین اینا که یا به دین آبایید بگرد یا سنگسارت میکنیم اینا، در اون مورد بله چندین جای آمده، اما در مورد حد زنا اینا ابدا اطور یک چیز نامده. و فقط و فقط یگانه جزایی که در مورد زنا آمده در سوره نور است، سوره نور که سوره 24 قرآن پاک آیه سوم میشه خدمت شما عرض بکنم، از زانی بله آیه دومش است، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد منهما مئات جلده، مرد و زن زناکار باید 100 شلاق زده شود. ای آی جزایی است که در قرآن عظیم شان برای مرد و زن زناکار و هیچ جای حد زنا به نام سنگسار نامده. و در او دورانی که بوده، در دوران به خاطر بوده که در بایبل اینا بوده و در تورات امو چیز بوده که امروز هم یعنی به او شکل عمل نمیشه، در او دوران بوده و بس. ولی امروز هیچ وقت در قرآن عظیم شان ما اینطور یک چیزی نداریم که گویا از این باشه که یعنی ما سنگسار. و ای که متاسفانه میشه در کشورهای اسلامی، بعضی کشورهای اسلامی هنوز شاید ایره عمل میکنن، یک جفای بزرگ هست، یک جفای بزرگ به دین هست، برای اینکه کتاب آسمانی کاملا مطلقا کامل هست برای ما و ما از این باید پیروی بکنیم تا رای ما درست شد. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. سلام عرض کردم. من خواستم بدونم که چطوری میتونم یک مسلمان خوب باشم و قرآن و اونطوری که شما میگید بهش رعایت بکنم و در کشوری مثل امریکا هم زندگی بکنم. بله. با توجه به این مسئله در این سوره برای رفتار با همسرانتون که با شما سر سازگاری ندارن، بله، سوره میفرمایند که با این همسران همخوابگی نکنید و اگر درست نشدن و حتی آنها را کتک بزنید. بله. اگر چنین مسئله‌ای رو شما امروز در این مملکت امریکا انجام بدید، با شرایط قانونی مواجه خواهید شد؟ کاملا. و چجوری میتونیم بسیار ممنون با این مسائل روبرو بشید؟ من خدمتتان عرض میکنم. سوالتون بسیار تشکر از سوالتون. خیلی متشکرم. من خدمتتان عرض میکنم. البته آیه را که دوست عزیز ما یاد کردن آیه است که آیه 34 سوره نساء هست که چند چیزه وقتی که اختلافات اینا ایجاد میشه اون را یاد میکنن. بله که اولش فیضوهن، شما وعظ و نصیحت بکنین برشان و بعد از او اگر نشد بسترتان جدا بکنین، بعد از او کلمه ضرب یا تعدیب هم آمده درش. ببینید قرآن عظیم شان در اون دورانی که 1400 سال پیش زن یک موجود بی ارزش بود در اون دوران، کاملا حتی به قمار می باختن زنها را. یک وقت 10 زن و 20 زن و 50 زن می داشتن، یک شب دیگه هیچ زن نمی داشتن اصلا. به این اندازه زن بی ارزش بود. و قرآن عظیم شان آمد برای زن حیثیت قائل شد و گفت که هم وجود هم دیگه هستن اصلا به این اندازه. اما می سه مرحله که قرآن عظیم شان اینجا ذکر کرده به خاطر عزی بوده که تا بتانه انسان ها آهسته آهسته به مرحله کمال برسن. قرآن عظیم شان یک آیه دیگه در سوره مبارک زمر خدمت شما بخوانم، سوره زمر سوره
سوره 39 قرآن پاک است، آیه 55ش میفرماید که واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، شما از او چیزهای پیروی بکنین، بهترین او چیزهایی را که بر شما خداوند روان کرده پیروی بکنین، از بهترین ها پیروی بکنین، به سوی بهترین ها باشین. اینجا سه چانس بر ما دارن که وعیزوهن وهجروهن فی المضاجع وادربوهن، سه مرحله است. خب آله، آیا در شرایطی که برادر عزیز ما سوال کردن در امریکا اگر ما این کار بکنیم؟ بله کاملا. اگر شما بلتوکو برمیخورین، اولی که مطابق قرآن خدا حرکت نکردین، شما وعفیزوهن، او اصلا این دوره است که ما باید برش عمل بکنیم. و انسان ها زن و شوهر با هم دیگر وجود هم دیگر هستن. قرآن عظیمشان میفرماید که ولا تنسوا الفضل بینکم، لطف از یکی دیگه تان دریغ نکنین. و قرآن عظیمشان میفرماید دیگه جایی که وعاشروهن بالمعروف، با زنهایتان به شکل پسندیده حرکت بکنین. پس اینجا خداوند میگه که بهترین ها، آیا از این سه چانس که یک انسان ها داره در قرن 21، یکیش وعظ و نصیحت است و یکیش هم بستر جدا کردن هست و یکی دیگه هم لط و کوب کردن است، کدامش بهترین هست؟ خداوند میگه شما بهترینش عمل بکنین. اگر ما امروز لط و کوب بکنیم، واضحه است که مشکل قانونی داریم و از فامیل هم از دست میتیم و همه چیز از دست میتیم اصلا. پس بهترینش هم ایست که وعظ و نصیحتی صورت بگیره، و اگر نمیشه واضحه است که به روانشناس مراجعه بکنن، حتما مشکل خانوادگی هست. و اگر هیچ راه حل وجود نداره، واضحه است که همو مسئله جدایی است که به شکل بهترش باید جدا شوند، که با هم دیگر دو نفر است که سازگار نیستن، با هم دیگر ساخته نمیتونن، میتونن جدا شوند. اما هیچ وقت به هیچ وجه لط و کوب و زدن اینا در قرن 21 دهی اساس ابدا جای نداره. و مسلمان ها با بهترین ها باید عمل بکنن، و بهترین شمیست که وعظ و نصیحت و مشاوره و این مسائل یا روانشناس اینا را باید جستجو بکنن تا یک راه حل برشان پیدا شوه و زندگی خوب و خوش و با سعادت را دنبال بکنن. شما عزیزا را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. خدا همراهتان باشه تا هفته آینده که در خدمتتان هستم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة والحج والزكاة.